سرخط خبرها شکست عملیات زمینی اسرائیل در لبنان و به صدا در آژیر خطر در قلب تلاوی هشدار حزبالا به مردم اسرائیل برای دور شدن از مراکز و پایگاه های نظامی و حملات گسترده اوکراین علیه روسیه سلام به این خبری از کانال شیپور خوش آمد. تحرکات ارتش اسرائیل در روز بیستم تهاجم نظامی به لبنان برای پیشروی در ارتفاعات لبنان با مقابله حزب مواجه و به شکست منجر شد. حملات اسرائیل در حالی که روز شنبه وارد بیستمین روز خود شده است که اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان بامداد امروز گزارش داد که تحرکات جمعه شب دشمن برای پیشه و تصرف ارتفاعات شکست خورده و ناکام ماند اتاق عملیات حزب الله خاطر نشان کرد که دشمن تنها توانسته برای عکس گرفتن به برخی از منازلی وارد شود که در اطراف روستاهای مرزی قرار دارد حزب الله لبنان همچنین طی ساعات اخیر تجمع نیروهای اشغالگر را در پایگاه جردا هدف قرار داد مقاومت همچنین پایگاه هما در جولان اشغالی نظامیان اسرائیلی در پایگاه زرعید موازه این رژیم در میلیا را با موشک هدف قرار داد نیروهای حزب الله یک بلدوزر نظامی اسرائیل را هنگام خروج از پایگاه رامیا با موشک هدایت شونده مستقیم هدف قرار داد. همچنین گروهی از نیروهای پیاده ارتش این رژیم را در زرعید هدف گرفتند که در این حمله تلفات قطعی به آنها وارد شد. منابع لبنانی گفتند که در پی حملات موشکی و پهبادی جنبش حزب الله آژیرهای خطر در مناطقی مانند مرگالیود الجلیل و المناره به صدا درآمده است. رسانه ها با اشاره به اینکه حملات حزب به صورت ترکیبی از موشک و پهباد بوده است تصریح کرد نیروهای حزب همچنین شهر اشغالی سفید را با پهباد هدف قرار دادند در پی حملات حزب چندین نظامی اسرائیلی کشته و زخمی شدند که بالگردهای نظامی اسرائیلی آنان را به بیمارستانی در حیفا منتقل کردند رسانه های اسرائیلی همچنین از حملات حزب الله به کریات شمونه نیز خبر داده و گفتند که شمار زیادی از موشک های این جنبش مقاومت به اهداف خود اصابت کرده است با این حال مسئول روابط اطلاع رسانی حزب الله تصریح کرد مقاومت لبنان کمین های زیادی برای دشمن کار گذاشت که بارها باعث عقب نشینی آنها شده است نیروهای مقاومت در حال حاضر نمیپذیرند که از مواضع خود عقب نشینی کنند زیرا به دفاع از میهن خود باور دارن. محمد عفیف مسئول بخش اطلاع رسانی الله لبنان با اشاره به اولویت این جنبش برای شکست اسرائیل تاکید کرد جنگ با اسرائیل تازه آغاز شده شکست دشمن اولویت ماست نیروهای مقاومت آوارگان را به زودی به زاهیه بیروت باز گردان. مسئول بخش اطلاع جنبش حزب الله لبنان تاکید کرد که تنها راه ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل و بازداشتن آن از جنایتش مقاومت است نه جامعه بین و ملد. افیف با اشاره به اینکه وضعیت حزب بسیار خوب است و حملات خود را به صورت مناسب انجام می دهد گفت دشمن تا به این لحظه موفق به پیشروی نشده است هرچند که شمار زیادی از نیروها و تیپ های خود را مستقر کرده است ما پایبند به اتحاد ملی و همبستگی داخلی هستیم این مقام حزب در پایان وعده داد که نیروهای مقاومت لبنان این مقام در پایان وعده داد که نیروهای مقاومت لبنان آوارگان را به زودی به زاهیه بیروت باز گردان رسانه های اسرائیلی همچنین از فعال شدن آژیر خطر در هرزلیا و اطراف آن در شمال تلاویو از ترس نفوذ پهپادها خبر دادند برخی منابع اسرائیلی هم از اصابت مستقیم پهپاد به یک ساختمان در هرزلیا در شمال تلاویو خبر دادند که بار دیگر شکست سامانه موسوم به گنبد آهنین رژیم اشغالگر در برابر موشکها و پهپادهای مقاومت را نشان میدهد در همین حال جنبش حزب الله لبنان به شهرک نشینان اسرائیلی هشدار داده است که در نزدیکی مراکز نظامی حضور نداشته باشند تا بتوانند جان خود را حفظ کنند جنبش حزب الله لبنان شامگاه جمعه خبر داد که حمله به پایگاه های نظامی و شهرک های اسرائیلی ادامه داشته و افزایش خواهد یافت حزب الله با اشاره به اینکه عملیات های نظامی این جنبش با هماهنگی فرماندهان مقاومت اسلامی و اتاق عملیات نیروهای مقاومت در حال هماهنگی است تصریح کرد ارتش اسرائیل پس از چند روز از اعلام مانور زمینی در جنوب لبنان نمیتواند تانکها و تجهیزات نظامی خود را نشان دهد مقاومت اسلامی لبنان با تاکید بر اینکه اسرائیلیها از ترس حملات حزبالله تجهیزات نظامی خود را نشان نمیدهند خاطر نشان کرد با این وجود این تجهیزات هدف موشک و توپخانه قرار می گیرند. مقاومت لبنان با بیان اینکه ارتش اسرائیل در برخی از منازل واقع در شمال فلسطین مستقر شدند تصریح کرد نظامیان اسرائیلی از این منازل به عنوان مراکز تجمع افسران و سربازان استفاده می کنند حزب تاکید کرد در داخل برخی از محله های اسرائیلی چند پایگاه نظامی وجود دارد که هدف حملات موشکی مقاومت لبنان هستند و به همین دلیل به شهرک نشینان هشدار می دهیم که در نزدیکی این مراکز نظامی حضور نداشته باشند تا بتوانند جان خود را حفظ کنند. مقاومت لبنان در پایان وعده داد که تا زمان توقف جنگ علیه غزه و لبنان شهرک های اسرائیلی واقع در شمال فلسطین خالی خواهد ماند. وزارت دفاع روسیه از رهگیری و سرنگونی دهها پهباد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور خبر داد در ادامه حملات پهبادی ارتش اوکراین علیه مناطق مرزی روسیه وزارت دفاع روسیه روز شنبه با انتشار بیانی اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی نیروهای مسلح روسیه در شبانه روز گذشته 47 پهباد اوکراینی را در مناطق مختلف رهگیری و سرنگون کرد آنگونه که در این بیانیه آمده است 17 پیمای بدون سرنشین بر فراز منطقه کراسنودار روسیه 16 فروند بر فراز آبهای دریای آزوف 12 هواپیما بر فراز منطقه کورسک و دو پهباد بر فراز منطقه بلگرود منهدم شدند در تازه ترین تحولات میدانی جنگ در اوکراین وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی های خود در دونتس در شرق اوکراین شهرک استروف را تصرف کردند. بر اساس این گزارش این رویداد با ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین از سوی نیروهای واحدهای یگان جنوب این کشور به انجام رسید. وزارت دفاع روسیه پیشتر نیز گزارشی درباره پیشرفت عملیات نظامی ویژه و دستاوردهای کلیدی نیروهای مسلح روسیه را منتشر کرده بود. وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که گروه جنگی روسیه کنترل شهرک کالینو در دونتسک را در اختیار گرفتند. ارتش کیف 810 نظامی را در نبرد با نیروهای موسوم به یوگ از دست داد. همچنین یک انبار مهمات و دو خودروی زرهی ارتش اوکراین هم به دست نیروهای روسیه منهدم شد. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.